در واشنگتن محافظه‌کاران حوزه امنیت ملی که حرکت فریبندگی دیپلماتیک تهران را از همان زاویه دید شکاک نخس وزیر اسرائیل می‌بینند از کاخ سفید می‌خواهند به امتیازات ایران دل خوش نکند و ایران را به تشدید تحریم‌ها تهدید کند در تهران نیز مذهبی‌ها و محافظه‌کاران سیاسی مذاکره با شیطان بزرگ را تحقیر می‌کنند برای باراک اوباما کسب یک توافق برای ناتوان کردن برنامه اتمی تهران بدون متوسل شدن به نیروی نظامی یک میراث درخشان سیاست خارجی فراهم می سازد. ولی تنروهای سرسخت دموکرات و جمهوری خواه پس از دهه ها انزجار و مخالفت از جانب ایران انقلابی در مورد یک توافق درست و واقعی تردید دارند. دکتر ریچارد ویتس عضو ارشد مرکز تحلیل سیاسی نظامی در انستیتوی هاتسن ضمن تایید وجود یک زمینه محدود به تنگنای مخالفت در هر دو کشور در این زمینه اشاره می کنند. در کنگره آمریکا گروه بزرگی هستند که تمایلی به اعطای امتیاز ای ندارند و خواهان های سختری علیه ایران هستند و در ایران هم گروه های مرتبط با برنامه اتمی، پاسداران و دیگرانی هستند که به امتیاز رقابت ندارند این دریچه و زمینه وجود دارد ولی مشکل خواهد بود سناتور دموکرات رابرت منندز رئیس قدرتمند کمیته روابط خارجی سنا و سناتور جمهوریخواه مارک کرت میگویند تهران تنها به خاطر اعمال تحریم ها به میز مذاکره آمد آنها تحریم های سخت را تجویز می کنند هرچند آقای اوباما قدرت چشم پوشی از برخی تحریم ها را دارد ولی برای تسکین کاملی که ایران را برای توافق برانگیزد نیاز به کمک کنگره دارد ولی نفوذ او در کنگره با توجه به انتقادها بر سر اداری بحران سوریه و برخی رنجش ها رو به نقصان گذارده و به احتمال زیاد هر توافق نهایی از لحاظ سیاسی منازعه برانگیز خواهد بود. رابرت آینهورن مقام منع گسترش اتمی کاخ سفید نیز معتقد است بسیار بعید است ایران به مطالبه ای در دهد که معادل تسلیم شدن است. دکتر ریچارد ویتس به گذشته جمهوری اسلامی در مذاکرات اشاره میکنند. می کند. ایران در گذشته در این مذاکرات امتیازاتی را قائل شده و با توقف غنیسازی و نظارت های بیشتر از جانب IAEA توافق کرده. آنچه نمیدانیم آن است که آیا آیت الله خامنه ای آماده قائل شدن این امتیازات باشد؟ بسیاری ناظران مسائل ایران اشتیاق تهران را برای نتیجه سریع در مذاکرات نشانه تنگنای زمانی می دانند که حسن روحانی به دلیل وعده تسهیل در تحریم ها پس از انتخابات در آن قرار دارد. ولی همزمان این نگرانی را نیز گوشزد می کنند که نخبگان مخالف بهبود روابط با آمریکا به طور حد هر حرکتی را به سوی تشدید تحریم ها در میان مذاکرات به عنوان خصومت تلقی می کنند. شهلا راستی صدای آمریکا واشنگتن